در آستانه جنگ سوم جهانی قرار داریم. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام، وقتتان بخیر. به یکی از ویدیوهای دیگر از کانال اسمارت پلاس خوش آمدید. تقاضا میکنیم تا پایان ویدیو با ما همراه بوده و این کانال را نیز سابسکرایب کنید. آمریکا پیمان راکت‌های برد متوسط و کوتاه را نقض کرد و راه را برای جنگ سوم جهانی مهیا نموده است. با گزارش سپوتنیک، امروز تمام جهان با اضطراب و وضعیت مربوط به قرارداد در مورد راکت‌های برد متوسط و کوتاه را دنبال می‌کند. چه اتفاق می‌افتد و چرا ایران شروع به غنی ساختن یورانیوم شده است؟ این روند به نفع صلح نیست. ایگر نیکولین، کارشناس روسی، در این مورد ابراز نظر نموده می‌گوید آمریکایی‌ها در واقع تمام سیستم معاهدات بین‌المللی در زمینه امنیت را تضعیف می‌کنند. آنها قرارداد در مورد راکت‌های برد متوسط و کوتاه را ملغا قرار دادند. آنها در واقع معاهدات هسته‌ای با ایران را تحریم کردند. بنابراین این یک روند بسیار خطرناک است. اولاً، ایالات متحده تحریم‌ها را علیه آن کشورها و شرکت‌ها نافذ کردند که روابط تجارتی خود را با ایران آغاز کردند و این قابل قبول نیست. زیرا تهران در این ارتباط گذشت‌های زیادی را قبول کرد. طور احساس می گردد که کسی می خواهد جنگ بزرگ را در شرق میانه براه بیاندازد. بنابراین توطئه بزرگ مانند توطئه سال 2001 انتظار می رود. گمان می رود که حزب خاص جنگ ایجاد شده است و در مورد جنگ بزرگ در خاورمیانه سخن می گویند. تشکر از توجهتان. تا ویدیوهای دیگر، بدرود.